صدا میاد. سلام علیکم به تیم جنگی جیکس لیتیوم، جلی عبدالی هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بعد از مدت ها، بعد از سالهای خیلی فراوان، جیکسی شو داریم. شوخی با شاخهای مجازی هم می‌خوایم انجام بدیم. بریم ببینیم که تو این مدت خیلی طولانی که ما شوخی با شاخهای مجازی نزدیم، چه شاخهای جدیدی اومدن و واسه ما شاخ بازی درآوردن. می‌خوایم بریم یه دیس خیلی ریز بهشون بدیم، ببینیم چطوریه، وضع چی هست، اینا چی میگن، با کی کار دارن. میدونم خیلی دلتون تنگ شده واسه جیکسی شو. حتما لایک کنید این ویدیو رو، کامنت بذارید. ببین این که چه سبک ویدیویی ساخته بشه بستگی داره به تعداد لایک و کامنت شما. یعنی اون ویدیو هر چقدر لایک و کامنت بیشتری بگیره، من از اون سبک ویدیو بیشتر میسازم. خیلی دارم حرف میزنم، بریم سراغ ویدیو و سوژه ها که کلی سوژه خفن داره. حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنم، یعنی سابسکرایب بزن قرمزه، اون قرمزه اون پایین سابسکرایب بزن. آفرین برکت. یه کامنت انگلیسی هم بذار که ثابت نریزه. بریم واسه ویدیو. مهم نیست که الان میتونی با همه باشی، مهم اینه دیگه نمیتونی با من باشی. آره جا باسنش تو هم. ببین دیدی مثلا قضا رو میریزی یه گوشه میمونه بیات میشه، هر ریخت و قیافه در میاد، مثلا یه گوجه رو میذاری یه گوشه خیلی میمونه پلاسیده میشه. اینم یه همچین حالتی داره، هم استایلش، هم قیافش، هم صداش. من نمیدونم اونی که با تو بوده چقدر آدم تباهی میتونه باشه که این همه دختر تو رو برداشت انتخاب کرده. تو اول به ما قول بده با کفگیر دیگه قضا نخوری، باشه ما هم سعی میکنیم دیگه با تو نباشی. من نمیدونم این خاله قورباغه ما باد به خودش تزریق کرده یا خیلی بهش اینجوری تلمبه زدن بادش کردن، شاید هم به دستگاه باد وصلش کردن جای تلمبه زدن. نمیدونم چجوری این حجم گنده شده باد زدین. قبلا خیلی لاغر بود، بهش میگفتیم خاله قورقوری، الان شبیه بشکه شده، یه بشکه خیلی زیاده. حالا بماند. ولی ببین این حجم از پلاستیک شما رو صورتت داری یه کوچولو زیاده. من میترسم تاریخ انقضای این پلاستیکه بالاخره یه روزی تموم میشه، ولی تاریخ انقضای خودت تموم نمیشه، اون موقع به مشکل میخوریم، یه باگ به وجود میاد، چون تا حالا این تعریف نشده بود تو طبیعت. این همه علم پیشرفت کرده، این همه ما رفتیم رو به جلو، همه چی پیشرفت کرده دیگه، هر کاری میشه کرد با علم و تکنولوژی. ولی اینجا یه چیز جدید اختراع شد، تا حالا نشده بود از طریق فیلم و تصویر بو رو به انسان منتقل کنه، یعنی ما بوی این تصویر رو بفهمیم. ولی من کاملا بوی گند عرق رو اینجا احساس کردم. یه حموم برو جون مادرت، حموم نمیخواد برین دورو برات تمیز کن، میخوای ویدیو بگیری. من نمیدونم اینجا در بالکن باز، معلومه خارج از شهره که این جن تونسته بره اونجا. یکی بره اونجا اینو بسم الله کنه این در بره بره. من الان کپ ادراری گرفتم با من، تازه با قیافه خودم کنار اومده بودم، الان اینا رو هم دیدم دیگه نور الان نور شد. هیچ تکلیف ما رو اینجا مشخص کنه، اینجا اینستاگرام یا کلبه وحشت. آی چه بد مستم من، آه ببین بدم و رو رفتم و تو به کمرم. من به شدت خیلی زیاد خواهش مندم که برای افراد مسن بالای 60 سال اینستاگرام نصب نکنید، به این مشکلات دچار میشیم. ما نمیدونیم اون انگشتر فیروزت که انداختی تو اون انگشته تو باور کنیم یا وای چقدر مستم من، آخ بدیم بدنم و راه رفتنم و تابی کمرم و... الان کپی رایت میخوره بخاطر اینکه خودم خوندم. پدر من، شما الان باید به فکر دنیا و آخر عاقبتت باشی، اومدی اینجا داری وای چقدر مستم من میخونی. خود ساسی مانکن دیگه این آهنگشو گوش نمیده، میگه این آهنگ رزومه منو خراب کرد. شما با این دابسمش درست میکنی توی تیک تاک، خیلی کار درستی نمیکنی شما قطعا. ولی ایشون میتونه شوگرددی بازیگوش باشه، اونایی که دنبال شوگرددی هم برن پیج اینو پیدا کنن، دایرکت بدن یه شوگرددی بازیگوش و سرحال و به روز پیدا کنن. خیلی کم پیش میاد آدمی که توی این سن باشه بتونه دابسمش درست کنه و بلد باشه با گوشی و اپلیکیشن تیک تاک کار کنه. سینه ریزی از جواب بود، بندازم به یادم.
ببین اینا کارشون خیلی سخت و جالبه، میرن پولاشونو جمع میکنن، خودشونو عمل میکنن، اینجوری جینگول مینگول میکنن، کلی به خودشون این لوازم مارا یارشی و پخ بسور میمالن تا بتونن برن یه آدم خیلی پولدارو که خیلی تشنه است و پور کنن تا از ماشینش بتونن استفاده کنن، عکس و فیلم بذارن تو اینستاگرام، فالوور جمع کنن که از طریق اون فالووره بتونن تبلیغ بگیرن و پولدار شن و برن بیشتر بتونن خودشونو عمل کنن و قیافشونو بکنن شبیه زیر بغل مار. کار سختی دارن. ببین هم سختی کار بهشون تعلق میگیره، همینا تو ماه رمضان نباید روزه بگیرن چون واقعا سختی کار رو ما داریم میبینیم اینجا. ولی ببین شب الان تو این ویدیو کمربندم نبستی، با گوشی هم داری ور میری، یه دستت هم رو فرمون نیست، یهو یکی میگیرتت اون شب، اون موقع شب اونجا تنها ماشینتو میخوابونه و خودت رو اعمال قانون میکنه، شاید هم برعکس. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این پست رو گذاشتم خواستم یه تشکر ویژه کنم از سید خانم و جناب شیخ به خاطر این همه رضایت و این همه لحظه‌های خوبی که واسه همه ساختن. بچه‌ها من فقط و فقط این پیج که تگ می‌کنم و قبول دارم کارشون عالیه و اینکه حجم ببین من واسم عجیب بود که تو از دبی شروع کردی همه جا رو آباد کردی، پیش همه شیخ ها رختی، با همه پولدارای اونجا بودی، چطوری بچه دار نشدی؟ پس اون موقع با این شیخ آشنا شدی، این بچه هم به خاطر کارهایی که اون شیخ کرده یا به خاطر دعاهایی که نوشته؟ ببین اونا چه کلاهبردارایی هستند که به توی کلاهبردار دارن تبلیغ می‌کنن، اصلا کلاهبردار از کلاهبردار شده، خیلی داستان پیچیده شده. من از شیخ تشکر می‌کنم که واسه ایشون یه بچه کاش داشت و برداشت ایشون با بچه‌ش هم جذب حاشیه و ایجاد فالوور کنه. برعکس گفتم. توی فوتبال یه قانون خیلی خوبی که بود این بود که هر کسی با دومین کارت زرد از زمین اخراج میشد. اصلا به این کار نداشتن که خوب بازی میکنی یا بد بازی میکنی. این قانون رو تو زندگیتون پیاده کنید. هر کسی رو با دومین کارت زرد اگر از زندگیتون اخراج کنید خیلی موفق میشید. ببین این لباسی که شما پوشیدی مردونش هم هست، واسه شوهر خودت میخوام. شما که ازت گذشته اگه فقط لباست بود میشد چشم پوشی کرد، ولی ابروها و ژل زدن لبا و دماغ عمل کردن و این حجم از داستانی که داری کار یک کوچولو مشکل میکنه. من نمیدونم شما سلطان جمله های انگیزشی جنسیت خودتو برای فالوورزهای محترمت مشخص کردی یا خیر؟ چون من اینجا دو به شک شدم، یک کوچولو به مشکل برخوردم. حسن دختر بودن همیشه برای دخترها تاکسی هست، حتی زمانهایی که اصلا تاکسی نیست تاکسی هست. ببین من اول احساس کردم دب ترشی دهم واس کرده، به معجزه خداوند داره سخن میگشوید، دندونها در بیقرارترین و بی‌نظم‌ترین حالت ممکن. یعنی میگن صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. دانه های یاقوت زیاد نظم و ترتیب ندارن، دونه های بلال خیلی نظم و ترتیبشون بیشتره، ولی این یه چیزی بینشه. مثلا مثل یه مزرعه خیار میمونه که بهش آفت زده و بهش حمله ور شدن و با لودر از روش رد شدن. این چه وضع دندون است؟ من خودم دندونام شبیه هاپوه، شبیه پیتبول. بعد اگر تاکسی واسه دختر است، شما خودت چرا تاکسی شدی؟ من تا حالا نیسان ندیده بودم تاکسی زرد بشه، زرد بپوشه. انگشتر زرد، پیرهنه زرد، زیرش زرد، روش زرد. ببین یه تهچهره سمندون میبینم من داخل ویدیوی شما. حالا ایشالله که اینطوری نباشه، عجیبه واقعا برای من. شما اول باید بری جلوی آینه خودت رو ببینی، بعد بخوای بیا اینجا با سوس ماستی فالوور جمع کنی، یا باید قیافه داغون بودن تو مثل خود بنده تحمل کنی. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. حتما یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و میخواید جیکسیچوهای جدید بذارم، لایک کنید و کامنت بذارید تا من بفهمم خوشتون اومده و بریم واسه قسمت‌های بعدی. سابسکرایب یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، درود.